پشت پرده جنگ زرگری شبکه‌های ماهواری ضد انقلاب چیه؟ دعوای زرگری برای پنهان ماندن پشت شبکه ضد فرهنگی. اخیراً دو شبکه فارسی زبان لندنی اقدام به شکایت از همدیگر کردند. یکی شبکه‌ای که فعالیت ضد فرهنگی دارد و دیگری شبکه نوپایی که یکی از ارگان‌های رسمی ضد انقلاب به شمار می‌رود. شبکه‌هایی که در ظاهر علیه همدیگر حرف می‌زنند، اما در پشت پرده آنها چیز دیگری می‌گذرد. هر دو از قابلیت دسترسی به آرشیو BBC بهره‌مندند. برخی عناصر دوم خردادی لندن نشین و اخراجی‌های صدای آمریکا در آن سکنا گزیدند و فعالیت دارند و کاملا تحت فرمان MI6 سازمان جاسوسی انگلیس عمل می‌کنند و سرمایه‌های هر دو را یک نفر مدیریت می‌کند، فردی که گاف‌ها و شکست‌های امنیتی سیاسی‌اش در دو سال اخیر او را در بین سرویس‌های امنیتی به شدت تنزل داده است. Only credible alternative. امیر حسین جهانشاهی مرد شماره یک این دو شبکه است، فردی که دوستی دیرینش با کیوان عباسی مدیر فعلی شبکه ضد فرهنگی حتی در سایت های اینترنتی هم قابل رصد است. افرادی که هر دو در تشکیلات بهائیان در سرزمین های اشغالی از نفوذ خاصی برخوردارند، به طوری که مشاور خاورمیانه ای رئیس جمهور آمریکا امیر حسین جهانشاهی را عنصری با تابعیت فرانسوی اسرائیلی و نزدیک به خاندان پهلوی معرفی می‌کند و خود او نیز هیچگاه ارتباطش با موساد را پنهان نکرده و چهره محبوب تلویزیون های این رژیم است. کادر مدیریتی شبکه من و تو را علاوه بر کیوان عباسی و همسرش فردی به نام رها اعتمادی تشکیل می دهد، فردی که عضو تشکیلات بهائیت در لندن بوده و خانواده پدریش پس از فرار شاه توسط آلفرد ریچ جاسوس انگلیسی مستقر در تهران ابتدا به سوئد و سپس به انگلیس متواری می شوند. حالا دو شبکه در ظاهر از یکدیگر شکایت و شکایت کشی در لندن راه انداختند تا این هویت ها و زنجیره های فاش شده بیش از این رو نشود و حداقل مرد پشت پرده شبکه من و تو به شکست های قبلیش پیوند داده نشود.